از لغت ماست کاربرد این لغت اساسی رو با هم یک بار برای همیشه بهش مسلط بشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم دوستان همونطور که میدونید ماست به معنی الزام و اجباره یعنی باید و این الزام و اجبار از طرف خود ماست یعنی ما خودمون رو ملزم به اجرا و انجام اون کار میدونیم حالا اون کاری که قرار انجام بدیم یعنی ما خودمون یا اون فرد که داره میگه خودش رو ملزم به اجراش میدونه یا اون فردی که در موردش داره صحبت میشه ملزمه که اون کار رو انجام بشه و این الزام از طرف خودشه معمولا کسی دیگه اجبارش نکرده خودش رو اون فرد ملزم به اجرای اون کار میدونه حالا با مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه کاربرد استفاده دقیق از این لغت اساسی رو با هم فراخواهیم گرفت بپردازیم به مثال ها و تمرینات و فراموش نکنید که با صدای رسا تکرار بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون اشتباه رو رفت بکنید که منجر به رشد بسیار خوبی در یادگیریتون بشه بسیار خوب بپردازیم به اولین مثال I must run I must run must که گفتیم یعنی بیان الزام و اجبار و یعنی باید I که یعنی من زمیره I یعنی من در هر جای جمله که بیاد باید به صورت بزرگ نوشته بشه این رو فراموش نکنید run یعنی دویدن همچنین به معنی اجرا کردن همچنین به معنی دویدن که خدمتتون عرض کردی و در اینجا یعنی دویدن I must run یعنی من باید بدوم خودم رو ملزم میدونم که بدوم مثلا اضافه وزن پیدا کردم پس باید بدوم که مثلا وزنم رو کم کنم I must run I must run. وی must گو we must go وی یعنی ما در مورد تلفظ W دقت بفرمایید در وی که لبهاتون حالت بوسه باشه و هوا خارج میشه وی ماست یعنی باید و برای بیان الزام یعنی ما خودمون رو ملزم میدونیم گو رفتن we must go یعنی ما باید برویم و ما خودمون رو ملزم میدونیم که بریم مثلا دیرمونه یا مثلا کار داریم و میگیم we must go we must go you must go you must go, you must go. یو که یعنی تو ماست برای بیان الزام و اجبار یعنی باید گو یعنی رفتن یو must گو یعنی تو باید بروی یعنی خودت رو باید ملزم بدونی که بری خیلی ساده تو باید بروی You must go. You must go. we must rest we must rest رست یعنی استراحت کردن و همچنین به معنی بقیه هم استفاده میشه ماست یعنی الزام و اجبار وی یعنی ما وی ماست رست یعنی ما باید استراحت کنیم چرا مثلا خسته شدیم حالا باید استراحت کنیم وی ماست رست We must rest. I must leave. I must leave. I must یعنی من باید این کار انجام بدم کدوم کار رو leave leave یعنی ترک کردن جایی یا از جایی رفتن I must leave یعنی من باید ترک کنم مثلا اینجا رو یا من باید از اینجا برم I must leave I must leave We must study We must study We یعنی ما study یعنی مطالعه کردن یا درس خوندن must که گفتیم یعنی باید we must study یعنی ما باید مطالعه کنیم we must study we must talk we must talk must که یعنی باید we یعنی ما تاک یعنی صحبت کردن و همونطور که مشاهده می کنید و گوش میدید الش ناخاناست We must talk یعنی ما باید صحبت بکنیم We must talk You must try You must try. You یعنی تو must یعنی باید try یعنی سعی کردن یا تلاش کردن you must try یعنی تو باید سعی کنی یا باید تلاش کنی قطعا برای یادگیری باید تلاش کرد باید سعی کرد you must try you must try We must focus. We must focus. Focus یعنی تمرکز کردن یا فوکوس کردن. در فارسی میگیم فوکوس کردن. Focus یعنی تمرکز کردن. We must focus یعنی ما باید تمرکز کنیم. قطعاً برای یادگیری باید روی مطلب تمرکز کنید و انرژی بگذارید تمرین بکنید. We must focus. You must come. You must come. کام یعنی آمدن You must یعنی تو باید این کار رو انجام بدی کدوم کار؟ کام آمدن You must کام یعنی باید بیای مهمونی خیلی توپیه دختر پسر قاطی پسر و مرد قاطی <applause> باید بیای You must کام باید بیای خیلی پرکار بردن این عبارت که در این درس خدمت شما تقدیم میشه You must come I must go now. I must go now. I must یعنی من باید این کار را انجام بدم. کدوم کارو؟ go رفتن now یعنی اکنون. پس دوستان تلفظ ها رو دقت بکنید. Go now. Now یعنی اکنون I must go now یعنی من الان باید برم من اکنون باید بروم I must go now I must buy one I must buy one One یعنی یکی یا یک buy یعنی خریدن I must buy یعنی من باید بخرم one یکی مثلا فرض کنید که دوستتون یه ریشتراش خریده خیلی کارش خوبه بعد تعریف میکنه میگه آره این اینجوری ریشم میزنه اون اونجوری شما میزنه بعد شما میگید I must buy one من باید یکی بخرم چون کارش خیلی خوبه I must buy one I must buy one He must be out. He must be out. He must یعنی او باید بی یعنی بودن out یعنی بیرون out تلفظش اینجوریه بی out یعنی بیرون بودن هی must بی out یعنی او باید بیرون باشه یعنی داخل خونه نیست حتما او بیرون از خونه است رفته بیرون الان تو خونه نیست He must be out. I must be sure. I must be sure. sure یعنی اطمینان داشتن یا مطمئن بودن be sure یعنی مطمئن باش در حالت امری و در اینجا یعنی مطمئن بودن i must be sure یعنی من باید مطمئن بشم من باید اطمینان حاصل کنم که این روش نتیجه میده مثلا که این کاری که میکنم مطمئنه i must be sure i must be sure I must find it. I must find it. Find یعنی پیدا کردن. It یعنی آن. و در اینجا داره اشاره میکنه به اون چیزی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. I must find it. یعنی من باید پیداش کنم. اون چیزی که دنبالش هستم و باید پیداش کنم. I must find it. I must find it. I must go back. I must go back. I must یعنی من باید این کار رو انجام بدم. کدوم کارو؟ Go رفتن back. عقب یا پشت. Go back یعنی برگشتن I must go back یعنی من باید برگردم مثلا رفتید جایی رفتید خونه خالتون بعد خاله میگه شب بمون عزیز دلم بمون با پسر خالت بازی کن بعد شما میگید I must go back من باید برگردم مثلا مادر منتظر ماست مادرها همیشه منتظرن خداوند مادر شما رو حفظ بکنه I must go back I must go back It must be good It must be good good yani khub be good یعنی خوب باش در حالت امری و در اینجا it must be good یعنی اون باید خوب باشه خانومتون یه غذای پخته بعد از شما میپرسه نظرت چیه در مورد غذا حالا شما غذا رو نخوردینا ولی جرأت ندارید که بگید خوب نیست میگید که it must be good باید خوب باشه قطعاً باید خوب باشه مگه جرأت داریم بگیم بعد it must be good باید خوب باشه it must be good What must I do? What must I do? What یعنی چه چیزی یا چه must یعنی باید I یعنی من و همونطور که گفتیم زمیر I باید همه جای جمله چه اول چه آخر چه وسط باید به صورت بزرگ نوشته بشه Do یعنی انجام دادن I do یعنی من انجام میدم What must I do? در حالت سوالی یعنی من باید چیکار کنم؟ من چیکار باید بکنم که تو رو راضی کنم؟ که تو ناراضی و ناراحت از دست من نباشی. What must I do? من باید چه کنم؟ What must I do? What must I do? You must do it. You must do it. You یعنی تو must یعنی باید do یعنی انجام دادن it یعنی آن و در اینجا برای اشاره به اون موضوع اشاره به تمرین اشاره به یادگیری یا هر چیز دیگری You must do it یعنی تو باید انجامش بدی تو نباید تسلیم بشی تو باید در این مسیر موفق بشی You must do it باید انجامش بدی You must do it You must relax You must relax relax یعنی ریلکس شدن یا استراحت کردن یا استراحت در کل you must relax یعنی تو باید ریلکس باشی یا باید استراحت کنی you must relax you must relax we must continue We must continue. Continue یعنی ادامه دادن. دقت کنید دوستان تلفظش رو. Continue نیست. Continue. یک ا خیلی کوتاه داره. Continue یعنی ادامه دادن. You must continue یعنی تو باید ادامه بدی. نباید متوقف بشی در این مسیر. باید ادامه بدی پیش بری در قسمت کامنت همین عبارت و همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید We must continue یعنی ما باید ادامه بدیم ما نباید متوقف بشیم باید رشد کنیم موفقیت رو باید لمس کنیم We must continue It must be done. It must be done. it یعنی آن یا اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه ماست یعنی باید بی دان یعنی باید انجام بشود دان یعنی انجام شده بی دان یعنی انجام شده باشد ایت must بی دان یعنی اون کار اون چیزی که دارم میگم باید انجام شده باشه من کاری با این حرفا ندارم ایت ماس بی دان We must succeed. We must succeed. We must یعنی ما باید. چی کار بکنیم؟ Succeed. سکسید یعنی موفق شدن. موفق شده. وی must سکسید یعنی ما باید موفق بشیم. راهی به غیر از موفقیت نداریم. در این مسیر تلاش خواهیم کرد و موفق خواهیم شد. وی must succeed. We must succeed. I must apologize. I must apologize. Apologize یعنی عذرخواهی کردن، پوزش تلبیدن I must apologize یعنی من باید عذرخواهی کنم من باید پوزش بخوام مثلا کار بدی کردم I must apologize من باید عذرخواهی بکنم من باید عذرخواهی کنم بابت اوقاتی که تلف کردم و در جهت رشد و کمال خودم در زندگیم استفاده نکردم I must apologize I must apologize. It must be there. It must be there. There یعنی آنجا تلفظ تی ایچش ای رو هم دقت دارید زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه there the, the, there it must be there یعنی اون باید اونجا باشه مثلا از مادرتون میپرسید مادر شکر کجاست تو آشپزخونه it must be there باید همونجا باشه حالا پیدا نمیکنید کلی گشتید ولی پیدا نمیکنید بعد مادر میگه it must be there باید اونجا باشه آخرش که پیدا نکردید مادر میاد میگه اینه ها در یک لحظه پیداش میکنه چیزی که گم شده باشه رو مادر میتونه پیداش بکنه اگر مادر نتونست پیداش بکنه دیگر هیچ کس نمیتونه پیداش بکنه و پس حالا میگیم it must be there باید اونجا باشه it must be there it must be there Nobody must know. Nobody must know. No, یعنی دانستن. Nobody یعنی هیچ کسی. Anybody یا everybody یعنی همه. Nobody یعنی هیچ کسی. Must یعنی باید. Nobody must know یعنی هیچ کس نباید بداند. این موضوع سیکرته. Nobody must know. that must be fun that must be fun فان یعنی فان یا سرگرمی یا تفریح that اشاره میکنه به اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا رفتن به شهر بازی مثلا یادگیری زبان that must be fun یعنی باید فان باشه باید تفریح باشه باید سرگرمی باشه that must be fun She must be angry. She must be angry. Angry یعنی عصبانی. Be angry یعنی عصبانی بودن. She must be angry یعنی اوی یه خانوم باید عصبانی باشه. مثلا فرض کنید که تماس میگیرید با مادرتون یا چه میدونم همسرتون دوست دخترتون ولی جواب نمیده. چرا گفتیم مادر دوست دختر همسر؟ چون اینجا گفتیم شی اوی یه خانوم. اونا خانوما معمولا ناراحت میشن از دست آقایون شی must بی انگری او باید عصبانی باشه بهش زنگ میزنید تماس شما رو جواب نمیده بعد شما میگید شی must بی انگری باید عصبانی باشه حتما یه کاری کردی خودت میدونی من که میدونم تو عصبانیش کردی شی must بی انگری شی must بی انگری He must be tired. He must be tired. Tired یعنی خسته. Be یعنی بودن. Be tired یعنی خسته بودن. He must be tired یعنی اوی آقا باید خسته باشه. میایید خونه میبینید که آقا پسرتون، همسر محترمتون، دوست پسرتون افتاده روی مبل و خوابش برده. حتی لباسای بیرونش هم در نیاورده. بعد دلتون میسوزه براش. میگید He must be tired. باید خسته باشه تفلکم. زحمت کشیده کار کرده. He must be tired. He must be tired. He must love you. He must love you. لاو همونطور که میدونید یعنی خیلی دوست داشتن یا عاشق چیزی بودن یو یعنی تو هی مست لاو یو یعنی او باید عاشق تو باشه علا رغم این همه بلایی که سرش آوردی دست از سرت بر نمیداره بعد دوستت میگه هی مست لاو یو او باید عاشق تو باشه هی must love یو هی must love یو I must leave now I must leave now now یعنی اکنون leave یعنی ترک کردن یا از جایی رفتن I must leave now یعنی من الان باید بروم من الان باید اینجا رو ترک کنم پس I must leave now یعنی من باید الان بروم یا الان باید اینجا رو ترک کنم I must leave now I must leave now. She, must be sick. She must be sick. Sick یعنی مریض یا بیمار و تلفظش رو دقیق بکنید. سک بین ای و ا. She must be sick یعنی او باید مریض باشد. مثلا فرض کنید که تو مدرسه معلمتو تو میپرسه جولی کجاست؟ جولی چرا نیامده مدرسه؟ بعد یکی از بچه ها جواب میده شیماس به سک او باید مریض باشد بلا و مریضی از شما عزیزان به دور باشه شیماس به شیماس به We must work hard. We must work hard. Work یعنی کار کردن، hard یعنی سخت. Work hard یعنی سخت کار کردن. We must work hard یعنی ما باید سخت کار کنیم، ما باید سخت تلاش کنیم. قطعاً برای رسیدن به موفقیت باید سخت کار کرد. We must work hard. We must work hard. You must be proud. You must be proud. Proud یعنی مفتخر تلفظش رو دقت بکنید. Proud. Be proud یعنی مفتخر بودن. You must be proud یعنی تو باید مفتخر باشی. تو باید به خودت افتخار کنی که داری یاد میگیری که داری تمرین میکنی. You must be proud. We must keep calm. We must keep calm. Keep یعنی حفظ کردن یا نگه داشتن. Calm همونطور که میبینید الش ناخاناس. Calm یعنی آرام و آرامش داشتن. We must keep calm یعنی ما باید آرامشمون رو حفظ کنیم. نباید مسترب باشیم. باید آرامشمون رو حفظ بکنیم. We must keep calm. We must keep calm. You must trust me. You must trust me. Trust یعنی اطمینان داشتن و اطمینان کردن می یعنی به من یا مرا you must trust me یعنی تو باید به من اعتماد کنی you must trust me i must make a call i must make a call call یعنی تماس یا صدا زدن make a call یعنی تماس گرفتن make یعنی ساختن ولی make a call یک کالوکیشن یعنی تماس گرفتن یک تماس ساختن که میشه همون تماس گرفتن I must make a call یعنی من باید یه تماس بگیرم من باید تماس بگیرم با رئیسم مثلا یا با خانومم یا با شوهرم I must make a call من باید یک تماس بگیرم I must make a call. He must be homesick. He must be homesick. Home که یعنی خانه سک یعنی بیمار هوم سک یعنی کسی که دلش برای خونه تنگ شده فرض کنید که به شهر آرزوهاتون به کشور آرزوهاتون رسیدین و در دو سه ماه اول دلتون برای منزلتون دلتون برای مملکتتون دلتون برای کشورتون تنگ شده میدونید تو کشورتون هیچ خبری نیستا اما دلتون تنگ شده به این دلتنگی میگن هومسیک کسی که بیمار خانه است کسی که دلش برای خونه تنگ شده He must be homesick یعنی او باید دلش برای خونه تنگ شده باشه او باید مریض خونه باشه He must be homesick He must be homesick That must be heavy That must be heavy. Heavy یعنی سنگین That یعنی آن That must be heavy یعنی اون باید سنگین باشه مثلا طرف میبینه که شما یک بار سنگینی رو بلند کردید و به سختی دارین حملش میکنین به جایی که کمک بکنه میاد میگه که That must be heavy باید سنگین باشه حالا شاید بهتون گفت بذار کمکت کنم That must be heavy That must be heavy. He must be innocent. He must be innocent. Innocent یعنی بی گناه کسی که گناهی نداره. Be یعنی بودن. He must be innocent یعنی او باید بی گناه باشه. او کاری نکرده. او باید بی گناه باشه. حالا در قسمت کامنت بنویسید He must be innocent. He must be innocent. You must come home. You must come home. کام یعنی آمدن، Home یعنی خانه. You must come home یعنی تو باید به خونه بیای. تو نباید بیرون بمونی. درسته پدر تو رو دعوا کرده. اما you must come home. تو باید به خونه بیای. حالا در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم. You must come home. You must come home. You must leave now. You must leave now. leave یعنی ترک کردن جایی یا از جایی رفتن now یعنی اکنون you must leave now یعنی تو باید الان بری از اینجا تو باید اینجا رو ترک کنی دیگه وضعیتش و حالتش که ممکنه که به وجود بیاد که شما این جمله رو بگید با خودتون you must leave now you must leave now I must have lost it. I must have lost it. it یعنی آن. lost یعنی گم کردن یا گم شده. have lost اشاره به گذشته کامل داره. یعنی در گذشته یک کاری انجام شده و به اتمام رسیده. have lost یعنی گم شدن و تمام شدن در زمان گذشته. I must have lost it. یعنی من باید اون رو گم کرده باشم. I must have lost it. مثلا دست میکنید جیبتون خودکار در بیاره چیزی بنویسید میبینید که نیست. بعد یه هو پیش خودتون میگید I must have lost it. من باید گمش کرده باشم. امان از این سر به هوایی. حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید I must have lost it. I must have lost it. We must leave early. We must leave early. Early یعنی زود. Leave یعنی ترک کردن یا از جایی رفتن. We must leave early یعنی ما باید زود بریم. مثلا پروازمون به نیویورک یا لندن قراره پرواز کنه مثلا ساعت سه بعد شما میگید We must leave early ما باید خونه رو سریع ترک کنیم بریم فرودگاه We must leave early. We must leave early We must pay the tax. We must pay the tax tax yani pay yani pardo the tax. THE اشاره میکنه به اون مالیات مخصوصی که شما دارید در موردش صحبت میکنید یه مالیات خاص مثلا مالیات بر خرید خونه We must pay the tax یعنی ما باید اون مالیات رو پرداخت بکنیم امیدوارم که به زودی خونه ای بخرید و اگر هم مالیاتش رو قرار شد پرداخت بکنید کم کم باشه و زیاد نباشه We must pay the tax ما باید مالیات رو پرداخت کنیم We must pay the tax We must pay the tax. You must be kidding. You must be kidding. کیدینگ لغتیه که یعنی شوخی کردن در حال شوخی کردن you must be kidding یعنی تو باید در حال شوخی کردن با من باشی یعنی جدی نمیگی داری شوخی میکنی مثلا من به شما یه ماجرای خیلی عجیب غریب رو میگم بعد شما باورتون نمیشه بعد شما میگید داری شوخی میکنی باورم نمیشه you must be kidding you must be kidding You must do something you must do something you must do یعنی تو باید انجام بدهی دو یعنی انجام دادن something یعنی چیزی you must do something یعنی تو باید کاری بکنی یه کاری انجام بدی نباید دست رو دست بذاری you must do something حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید you must do something. you must do something i must go somewhere i must go somewhere where yani koja somewhere yani Bazi Joha ye joy ye joy kema go یعنی رفتن I must go somewhere یعنی من باید به جایی برم به شنونده نمیخوام بگم کجا یه جایی باید برم مثلا میخوام برم دستشویی حالا I must go somewhere میخوام برم جایی یا مادر از شما میپرسه کجا میخوای بری بعد شما میگید I must go somewhere باید برم جایی ولی نمیگید کجا somewhere پس چقدر کار بردیه I must go somewhere من باید به جایی برم حالا در قسمت کامنت Benevisit va he it. I must go somewhere. I must go somewhere We must do it again. We must do it again. do یعنی انجام دادن it یعنی اون کاره یا آن، again یعنی دوباره we must do it again یعنی ما باید دوباره انجامش بدیم دوباره تمرین کنید راز یادگیری انگلیسی سه تا پیه practice 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 تمرین 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 آقا دوباره انجامش بدید اصلا حراس نداشته باشید و بیان بکنید we must do it again We must give it time. We must give it time. We must یعنی ما باید یه کاری انجام بدیم. کدوم کار؟ Give. Give یعنی دادن. دوستان نگفتم give. Give. بین ای و ای. give یعنی دادن it یعنی به اون یا اون یا در اینجا به اون موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم time یعنی تایم یا زمان We must give it time یعنی ما باید بهش زمان بدیم ریادگیری یک شبه اتفاق نمیافته اگه یک شبه اتفاق میافتاد اگه با قرص و آمپول و دارو میشد الان خیلی ها به موفقیت رسیده بودن دوستان تلاش لازم داره باید بهش زمان بدید ما باید بهش زمان بدیم We must give it time We must give it time آرزوی تندرستی و سلامتی همراه با خوشی برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم